بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألوهيته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من أمور الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ای بار خدایا، ما و بینندگان واحد ما از ابلیس های جن و انس، از شر شیاطین و شیاطین جن و انس، هر کسی که شرش را اعلان یا مخفی کند، از هر شرارت و شروری در شب و روز به تو پناه میبریم. از شر آنچه خلق کرده اید، از شر ابلیس و سربازانش و از شر هر جنبنده ای که مهارش در دست توست. ای پروردگارا، ما از آنچه که موسی و عیسی و ابراهیم و محمد و پیغمبران به تو پناه برده اند، از شر آنچه خلق کرده اید، از شر ابلیس و سربازانش به تو پناه میبریم. ای پروردگارا، ما خیر آنچه را که پیش توست از تقاضا مندیم که از فضلت نصیب ما فرمایید و رحمتت را بر ما بگشایید، در رحمتت را بر ما بگشایید و برکاتت را بر ما نازل کنید. ای پروردگارا، حمد و سپاس همگی از آن توست، ملک و ملکوت تنها و تنها از آن توست، خیر و تنها در دست توست و همه مردم تنها به سوی تو باز می گردند، نه به سوی امامی یا پیغمبری یا شخص دیگر. امور همه در دست توست، چه ظاهرش چه باطنش، ورزا تو تا سزاوار و سنا هستید چون بر همه چیز قادرید. ای پروردگارا، در این ماه مبارک رمضان و در این شب مبارک جمعه گناهان ما و بینندگان موحد ما را ببخش و آنچه از عمر ما باقی مونده ما را محفوظ نگهدار و اعمالی نصیب ما بفرما که تو از آن اعمال راضی شوی. یا رب، تو چنان کن که راه حق پویم، در راه حقیقت روم و حق جویم. از لغزش و از خطا نگهدار مرا، نگذار که یک کلام ناحق گویم. یا رب، تو مرا به سوی حق راه نما، بر کسب رضای خود هوا خواه نما. آگه نیم سود و زیانم در چیست، بر سود و زیان مرا تو آگاه نما.
با حمد و سپاس و ستایش بیحد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که در خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امن والوه رسیدیم به آیه شریفه 108 از سوره توبه. تلاوتش را بشنویم و بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. امروز 47 مجلسمونه راجع به تعامل با منافقان و دورانگان که در نهایت مسجد ضرار درست کردند فقط در این سوره 47 جلسه و وارثان اونها مذهب ضرار درست کردند که کل اسلام را آلوده کردند با شرکشون، با ظلمشون، با جنایتشون، با اکاذیبشون، با تقیهاشون، با متعهاشون، با شهوترانی هاشون، با مال دزدی هاشون. مرا این غصه و غمزار کرده که بیدین نام دین ابزار کرده. در این آیه شریفه خداوند به پیامبرش، به پیامبر عظیم و شأنش علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام می فرماید تو هرگز در آن مسجد و آن بنا منه گام ای احمد مصطفی، بلکه مسجد ضراره، در مقابل توحید درست شده، در مقابل پیغمبر و یارانش درست شده. امروز وارثان اونها یاران و پیغمبر را علنا فحاشی میکنند، همسران و پیغمبر را علنا فحاشی میکنند و خود را به آل بیت هم منصوب میکنند تا شناخته نشوند. تو هرگز در آن مسجد و آن بنا منه گام ای احمد مصطفی، قبا مسجدی کان ز روز نخست بنایش ز تقوا بگشته درست، در آنجا اقامه به فرمان ماز، در آنجا همی ساز راز و نیاز، در آنجا درآیند قومی درست که خود پاکی نفس خواهند جست. قرآن یاران پیغمبر را چنین تعریف میکنه که پاک نفسند. پلیدان امروز اونها را مرتد میدونند.
خداوند با پاک مردان راد بود دوست در هر زمان هر بلاد. آیا قرآن راست میگوید یا خمینی تا کلینی یا بقیه ملعونان ولایت تراش؟ که راست میگوید؟ پس ای شیعه ارجمند، خودت را و دینت را از شر این آفات دین نجات بده. روحانیان تون آفاتی هستند برای دین. لا تقوم فیه ابدا. آیا این جمله معنیش اینه که مسجد باشه لیکن تو ای پیغمبر درش نماز نخون، یا نه؟ یعنی آیا این صیغه نهیه که درش نماز نخون، یا اینکه نه، خبر از خداوند به اینکه تو در این مسجد نماز نخواهی خون؟ چرا؟ چون وجود نخواهد داشت. بلکه این خبره، یعنی که این مسجد باید خراب بشه بلکه در مقابل مسجد پیغمبر درست شده، در مقابل تنها مسجد پیغمبر که اون موقع مسجد قبا بود. ولی بعد می فرمود که مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه. پس مسئله بنای مسجد نیست، مسئله اینه که کی داخل مسجد میشه، کیه که مسجد رو آباد میکنه. مسجدهای ایران همه اسمشون مسجده لیکن درش مسجدهای رسمی دولت مالا مالا شرکه. پس معیار مسجد به کسانی است که در مسجد داخل میشن و چطوری آبادش میکنند. آبادش با تقواست، با نماز، با عبادت شرعیه. تخریب مسجد در واقع با بدعته، با سینه زنیه، با زنجیر زنیه، همین کاری که اهل بدعت انجام میدن. خب الان اینجا دو تا مثال زده شده، اینجا یه مسجد، اینجا یه مسجد. یه مسجد مبناش بر تقوای مردانی درش هستند که دوست دارن با تقرب به خداوند، نه با توسل به مردگان مثل پریدان و نجسان امروز انجام میدن، با شعائر شرعی که پیغمبر یادشون داده میخوان پاک و پاکیزه بشن، و در مقابلش منافقان مسجدی درست کردن که میخوان ناپاکی رو درش ترویج بدن، ناپاکی معنوی، نه ناپاکی مادی، یعنی دروغ، یعنی نیرنگ، یعنی تقیه، یعنی شرک، یعنی مزدوری. هرچی به ذهکاریه، پلیدی معنویه. چون اینها رو در مقابل پاکان آورده پس معلوم میشه اینا نجیسند، کارشون نادرسته. و چی پلیدی بالاتر از شرک و غیر خدا خوندن رو که امروز متاسفانه از اصول مدعیان تشیع شده؟ یحبون ان یتطهروا. محبت میل طبیعت انسانه به چیزی که نفس درش منشرح میشه. وقتی این آیه نازل شد پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که ای انصار، خداوند شما را به پاکیزگی و پاکیز مدح کرده. این پاکی شما چیه؟ این طهور شما چیه؟ گفتند که ای رسول خدا، ما برای نماز وقتی وضو میگیریم و از غسل جنابت میکنیم. پیامبر فرمود که از جنابت این غسل میکنیم، ببخشید، که چیز دیگه غیر از اینم هست؟
گفتن نه، جز اینکه وقتی که بر قضای حاجت میریم با آب استنجا میکنیم آخرش، یعنی برای که اون موقع آب کم بود خودشون رو با سنگ پاک میکردن بعد با آب خودشون میشستن و بر جنابت نمیخوابیم و بر گناه اصرار نمی کنیم و اگر گناهی بر ما غلبه کرد به زود توبه می کنیم. کلمه پاکی همینه. پیامبر نفرمود که شما معصوم هستید، همچون که غالیان افراطگر امام تراش امروز از همین کلمه عصمت تراشیدن، قرآن رو همچنان تحریف کردند که استادانشون در یهودیت و مسیحیت تورات و انجیل رو تحریف کردند. یحبون ان یتطهروا، این طهارت همون طهار، والله یحب المطهرین، و خداوند پاکیزگان رو دوست داره. اینجا محبت دو طرفه و چقدر سخته برای نفس که محبت یک طرفه باشه، این بدبختیه. وقتی دو نفر با هم محبت داشته باشن دو طرفه باشه قله سعادته، اما اگه یک طرفه باشه مصیبت بزرگیه. و دشمنی هم همچنینه. وقتی دشمنی یک طرفه باشه سرعت منتهی میشه، لیکن وقتی دو طرفه باشه روز به روز شعله ورتر میشه. خب وقتی که محبت بین دو طرف متبادل باشه، هر بار که همدیگر میبینن محبتشون بیشتر میشه، محبتشون تجدید میشه. لیکن چون چیزی ممکن نیست مگر اینکه محبت بر اساس چیزی باشه که غیر قابل تغییر باشه، و اون تنها محبت در راه خداونده، محبت خدایی. وقتی شما ببینید محبت بین دوستی و محبت بین دو طرف نقص پیدا کنه، بدون اینکه در راه خدا نیسته، به مرور زمان البته. وقتی میبینید که محبت دو طرف رشد میکنه، بدونید که اون این علامت اینه که در راه خداست، مصلحتی درش نیست. خداوند در داستان فرعون و موسی علیه السلام میفرماید که فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، در سوره قصص آیه 8. موسی را گرفتند، آل فرعون گرفتند از جوی، از نهر، لیکون لهم، تا اینکه سرانجام این بشه که دشمنشون بشه و برشون غم و غصه بشه. اونا به این خاطر نگرفتنش. اگه 1% هم احتمال میدادند که موسی دشمنشون میشه، دشمن تاج تختشون میشه، فوری میکشتنش. اونا گرفتنش تا اینکه برشون سعادت بشه، برشون خوشی بشه، برشون با سردی چشمشون بشه. لیکن نگاه کنید که خداوند چطوری دل کافر و دل انسان ظالم رو به غفلت میندازه. آل فرعون کسانی هستند که موسی رو تربیت کردن، و رضا فرعون وقتی بهش طعنه زد، همچنان در سوره شعرا آیه 18، الم نرب ان ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، آیا بچه نبودید ما تو رو تربیت کردیم، سالها در میان ما بودید. لیکن موسی علیه السلام قاصد خداونده، در راه حق مجامله نمی کنه، تعارف نمی کنه، بلکه خداونده که اونو تربیت کرده، خداونده که اونو نجات داده. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانات چند روزی پیش ماست. ورز تربیت فرعون پیش خداوند براش هیچ اعتباری نداره در میزان خداوند.
شاهدی که اگر دشمنی تنها یک طرف باشه، تنها از جانب موسی می بود مثلا آسان می شد، یا تنها از جانب فرعون، لیکن اینجا نه، اینجا دو طرفه. ورزا خدا می فرمد که یا خود هو عدو لی و عدو له، دشمن من و دشمن او را می گیرد. این راجب دشمن. راجب دوستی وقتی دو طرفه باشه رشد میکنه، یعنی در راه خدا. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، خدا من به زودی قومی میارد که دوستش خواهند داشت و او اونها رو دوست داره. خداوند اونها رو دوست داره و اونها خدا رو دوست دارن. وقتی که خدا رو دوست دارن، با محبت بیشتر میرن طرف خداوند، و خداوند همچنین بر اونها محبت خواهد کرد. یا دوستی در راه خدا باشه دو طرف همچنین، تا اینکه به قله محبت برسن. قله محبت در راه خداست، لیکن محبت خداوند نهایت نداره. شما وقتی میبینید که در سوره نمل میخونیم آیه 59، قل الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، بگو حمد خداوند و سلام بر بندگانی که برگزیده. یا در سوره احزاب آیه 44، تحیتهم یوم یلقونه سلام، وقتی که او را میبینند ملاقات میکنند خدا را، تحیتشون سلامه. چه کلمه بهتر از این کلمه که تحیت مسلمانان در جهانه؟ اینجا خداوند نمی فرماد که علی تعریف و بر سر سلام نیورده، نفرمده السلام. بلکه شما وقتی بگی السلام، اونو محصور کردی در یک نوع از صلح و صفا. شما وقتی شخصی رو میبینید، وقتی سلام میده شما بگی علیکم السلام. وقتی بگی سلام، سلام نکره شایع میشه، اما وقتی محدودش کنید السلام، اینو مشخص کردی. ولی وقتی شخصی سلام میده میگه سلام علیکم، شما جواب میدی علیکم السلام، السلام، یعنی همون سلامی که شما جواب گفتید این جوابته. مقصود اینه که سلام با السلام فرقش همینه. بدون ال نکره شایع، یعنی سلام های متعدد و شامل میشه. ورزا یحیی علیه السلام وقتی که سخن گفت، گفت که و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام بر او باد روزی که، یعنی سلام های متعدد، روزی که متولد میشه، روزی که میمیره، روزی که ببخشید مبعوث میشه. سوره مریم آیه 15، برای که میخواد سلام ها زیاد بشه. و عیسی علیه السلام علیه و نبی السلام راجب خودش میفرماید و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام مخصوصیه این. برای وقتی انسانی به شما رو میبینه بهت میگه سلام علیکم، شما بهش میگی که علیکم السلام. بلکه سلام علیکم یعنی سلام من از طرف شما، از طرف من به شما، به شما و دیگران همه، یعنی. اما وقتی شما رد جواب میدی، سلام مخصوص رو جواب میدی که به شما سلام داده شده، ولی دارم میگه علیکم السلام. اینجا خداوند میفرماید که فیه رجال یحبون یطهروا والله یحب المطهرین. از همین کلمه هم ترک ارسود، قالیان امام تراش اومدن فریب اسمت رو تراشیدن و
برای اینکه کسی که میخواد همیشه پاک باشه، پاکیزه باشه، به مسجد پناه میبره، به مسجد نماز میخونه، برای که به فیضهای خداوند انس گرفته. مادامی که همه ذراتش پاکه از نجاست های معنوی، یعنی از شرک، از غیر خدا خوندن، از غیر خدا مدد جستن، این همه شرکه، و از نجاست های مادی و حسی. وقتی انسان چنین باشه، از شرک های معنوی و شرک های مادی دور باشه، از نجاست های معنوی و مادی، گیرندی که درش هست، در بدنش لیاقت اینو داره که فیضهای خداوندو بگیره، استقبال کنه. نتیجه مسجد توحیدی اینه، برعکس مساجد شرکی اهل بدعت و اهل غلو اهل افراد، که جز ظلمت شرک ازش چیزی نمیاد. و هاکذا نتیجه من باب اولا نتایج برنامه توحیدی هم همچنینه. هر برنامه توحیدی رو که بشنوید باید به خدا نزدیکتر شده باشید، نور خدا بیشتر در دلتون تابیده باشه، برکه خداوند سبحانه و تعالی در هر لحظه مددهای خودش رو مثل موج رادیو، مثل موج تلویزیون میفرسته. و امدادات خداوند، مددهای خداوند نسبت مخلوقش تمام شدنی نیست، متوقف نمیشه، بلکه خداوند خودش رو قیوم معرفی میکنه، خودش ولایت مطلقه این هستی رو داره، سرپرست این هستی. پس از آن مطمئن باشید ای مردم، میخوایی بخوابید بخوابید، خدایتون اهل خواب نیست. اما مشرکان فریبکار و افراطی، چه علی پرست، چه مسیح پرست، چه ولایت خدا رو میان از خدا میگیرن، میدن به علی یا به پاپ یا به کشیش یا به بلکه به قدرت برسن. در صورتی که ایمان توحیدی میاد بلکه ما را از این رنجها راحت کنه. ورزا خداوند میفرماید که در سوره مائده آیه 64، بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء، دستهاش بازه، هر طور که میخواد انفاق میکنه، دو دستش بازه، یعنی که مخلوق مطمئن میکنه که به مجرد این که خدا بخواد امداداتش، فیوزاتش مادی و معنویش به شما میرسه، به مجرد ایمانتون. لیکن کدوم ایمان؟ ایمان شرکی یا ایمان توحیدی؟ دونو شک، ایمان توحیدی، ایمان قرآنی، ایمان نبوی، نه ایمان شرکی، نه ایمان ولایتی، نه ایمان اهل بدعت، نه ایمان اهل زلالت، نه ایمان اهل امامت که آقا برو سر قبرها، برو با مردها راز نیاز کن. وقتی که امدادهای خداوند، مددهای خداوند در هر لحظه منتشر میشه، فقط نیاز به این داره که شما دستگاه گیرنده تو درست کنید، قلب تو درست کنید، ایمان تو درست کنید. و این درست کردن، این تصحیح، این تعمیر، جز با توحید خالص، جز با فهمیدن لا اله الا الله نمیشه. نه که 14 خدای دیگه به نام خدا درست کنید، 14 معصوم درست کنید، یا 3 تا خدا در یه جا قالب کنی، بیاد اینها رو فراندهان هستی بکنید همچنان که اهل بدعت میکنن. ولی دستگاه گیرنده تو نسبت به خدا درست کن تا فیضای خدا رو خودت درک کنی. به شرطی که درش ناپاکی مادی و معنوی نباشه، نه شرک باشه نه ناپاکی عادی. ولی شما وقتی یک انسانی را که فیض خداوند برش نازل میشه، رحمت خدا بهش نازل میشه، بدون که ذرات جسمش از حلاله، یک، دوم که ناپاکی معنوی، نجاست معنوی نداره، از نجاست معنوی و مادی پاکه، همه اینها از چهره انسان مشخص میشه، از کلماتش، از چهرهش،
از حسن استخبارش به فیضهای خداوند، اگر سیاه هم باشه. سیاه افریقایی هم باشه، میبینی قلب تو میگیره. برای که فیضهای خداوند درش نازل میشه. شما گاهی شخصی رو میبینی مثل که 100 ساله میشناسیدش، از برادرت بیشتر دوستش داری، لیکن فیضهای خداوند، رحمت خداوند چطوری نازل میشه؟ با پاک کردن نفس، با تزکیه نفس. ورسا انسانی که رحمت خدا رو میخواد، فیض خدا رو میخواد، لطف خدا رو میخواد، مدد خدا رو میخواد، اولین کاری که انجام میده دستگاه گیرنده خودشو پاک کنه، قلب خودشو پاک کنه. با چی؟ با توحید. جسم خودشو پاک کنه با آب، با غسل، با وضو. اینجا یه مثالی عرض کنم. دستگاه های فرستنده، چه رادیو چه تلویزیون، همش موج میفرستن. اگر یه دستگاه گیرنده خراب باشه، فاسد باشه، معنیش این نیست که تلویزیون ها موج نمیفرستن، ماهواره ها موج نمیفرستن، رادیو ها موج نمیفرستن. ولله المثل الاعلى. ولذا خداوند میفرماد که بل یداه مبسوطتان، دو دستش بازه، در سوره مائده آیه 64. قرآن میگه دو دست؟ بله قرآن میگه دو دست. این فکر شیطانی از سرت برده. خدا مگه دست داره؟ مگه پا داره؟ مگه اینا رو بنداز دور. خداوند چون این گفته تمام شد رفت. این قرآنه، معنیشو بفهم. وقتی دستای خداوند بازه، سعی کن که مددی رو از خداوند بخواهید که تمام نشدنیه. نه که مدد از علی بخواهید، مدد از مخلوق بخواهید، مدد از عیسی بخواهید، مدد همه مخلوق. قرآن میفرماد که همه مخلوقات، انتم الفقراء الی الله، همتون گدای دربار خدایی. چه پیغمبران، چه امامان، چه عالمان، چه شهیدان، همه گدایان دربار خدا هستند. ناخدای کشتی امکان یک است. و حدیث شریف در شرح همین آیه میفرماد که ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. خداوند دستهایش را باز میکند در شب تا کسی که در روز بدی کرده توبه کند، و دستهایش را در روز باز میکند تا کسی را که در شب بدی کرده توبه کند، تا همین حالت تا اینکه خورشید از مغرب بیاد، یعنی قیامت بلند شه. چه خدای مهربانیه، دستاش بازه، یعنی من شما رو به توبه میخواد. مشرکان قبر پرست و امام پرست و و عیسی پرست و پیر و پاتال پرست، چون خداوند مهربانی رو نشناختن، مثل بت پرستان بر سر قبرها و بر سر موهومات لول میخورن. شما نگاه کنید، مثلا شب پیش یک انسان تمام میشه، پیش یک در یک کشور در کشور دیگه شروع میشه، روز هم همچنینه و هکذا 24 ساعت. پس دست های رحمت خداوند همیشه بازه، هیچ موقع بسته نیست. چون این خالق مهربانی داریم که من شما را به لطف خودش دعوت میکنه، و آخوند و کشیش و خاخام و بقیه تاجران و بازیگران و منفعت پرستان شما رو به سوی شرک بکشند، که آقا قدیس شفا میده، آقا فلان خاخام مرده شفا میده، آقا فلان امامزاده شفا میده. چرا اندکه عقلتون رو به کار نمیبرید؟ چرا یک بار هم کن شده قرآن رو نمیخونید؟
اگه اینا شفا میدادن چرا خودشون رو شفا نمیدادن؟ اگه اینا شفا میدادن چرا یک ویروسی که اومد همه رو تخته کردن؟ پس عقلتون رو درست کنید ای قبر پرستان، ای امام پرستان، ای علی پرستان، ای عیسی پرستان. این عقلی را خدا بهتون داده، همچنان که به عیسی داده. عقل عیسی رو که داده خدا، عقل علی رو که داده خدا، عقل پیغمبران که داده خدا، خالقشون. به جای خالق مخلوق عبادت نکنید. مخلوق عبادت کردن همان و جنایت همان، ظلم همان، دزدی همان. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صد الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین. یه دقیقه بعد عنوان آواز بکنم که بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. در شخصیت هایی که در تاریخ تأثیر گذاشتن راجب آتاتورک حرفای زده شد و توضیح دادیم که به دست یکی از رفقای آتاتورک چطوری از آن دوباره به عربی بازگشت، در صورتی که خودش اسلامی نبود و ترکیه که 600 سال خلافت عثمانی داشت در زیر چکمه های استعمارگران و مزدورانشون که مزدور بزرگشون کمال آتاتورک بود، خمینی اون وقت، و وقتی که آوردنش به عنوان قاضی مجاهد آوردنش، همچنان که خمینی رو به عنوان یک امام آوردن و نایب امام، همه دستگاه تبلیغاتی شرق و غرب بلندش کردند. و عدنان مندریس وقتی که خواست اندکی آزادی عمل بهشون بده اعدامش کردن. لیکن اثرش رو در ملت گذاشته بود. ملت ترک طعم اسلام دوباره چشیده بود بعد از سالها سرکوب آتاتورک و رفقای ملعونش. دیگه دوباره اینا نمیخواستن به اون بیدینی بازگردن. از رحم ملت ترک شخصیت مسلمانی سر بلند کرد که یک دانشمند بود، یک مخترع بود به نام نجم الدین اربکان، خدا رحمتش کنه. خودش مدیر قسم اختراع در شرکت تانک سازی در کلون آلمان بود، بعدا قبل از که به ترکیه بیاد، و تخصصش در برخورد با تانک ها و حل مسائل پیچیده حسابی راجع به تانک ها بود. با همین منطق
با لائیک های حاکم بر ترکیه بازی کرد، بعضی که با قواعد بازی رو فهمیده بود. بنده خودم در سال 1980 یا 81 یادم نیست دقیقا، رفتم ترکیه آنکارا به زیارتش. دانشجو بودم موقع، اوائل دانشگاه هم بود و همون موقع کوتاه کردن در علیهش. یک حزب سیاسی درست کرد و اولین ظهورش هم به دست آوردن چند کرسی در پارلمان بود، لیکن ارتش ترکیه حزبش رو منحل کرد و چند بار این کار تکرار شد و تهمتش هم این بود که شما به ارزش های آتاتورکی احترام نمیذارید و دیدگاه های مرتجعانه دارید. لیکن نجم الدین البرکانی یک قهرمان بود، مثل همه قهرمان های مسلمانان تسلیم نشد، یه حزب دوم سوم درست کرد تا اینکه بالاخره تونست در سال 1995 دوباره بر پارلمان دستش بیاد و اولین حکومت شبه اسلامی رو تشکیل داد در ترکیه بعد از سقوط خلافت. لیکن ارتش به سرعت وارد عمل شد و اون از دولت شمون حل کرد. اولشون ازش خواستند که 18 مطلب ازش خواستند، یکیش بستن مدارس دینی بود، همه جا فشار بر مدارس دینیه، در پاکستان همچنین، در افغانستان همچنین. و حزب رفاه و حزب رفاه اسلامی رو بستن که رئیسش بود، لیکن مرد خستگی ناپذیری بود علی رغم عمر کهولتش، عمر زیادش، تسلیم نشد. یک حزب دیگه تشکیل داد، آخرین حزبی که تشکیل داد حزب فضیلت بود، در سال 1999 دوباره پیروز شد. ارتش از این پیرمردی که هیچ خستگی بلد نیست به تنگ اومده بود، زندانیش کردن. خب لیکن بعضی از شاگردانش نه فقط از ارتش به تنگ آمده بودند، بلکه از کل نظام سیاسی کشور به تنگ آمده بودند. ولذا از زیر عبای اربکان سه جوان سر بلند کردند که مجرای تاریخ رو در ترکیه عوض کردند. یکیشون که رئیس شهرداری استانبول بود که الان رئیس جمهور ترکیه، یکیش استاد اقتصاد در دانشگاه سکاریا در دریای سیاه که دکتر عبدالله گوله که خودش ارمنیول اصله و مدتی هم در عربستان سعودی کار میکرد، فکر کنم در بانک اسلامیه، و یکیش هم استاد علوم سیاسی در دانشگاه مرمره پروفسور احمد داود اغلو. اینو یک حزب جدید تشکیل دادن، حزب عدالت و توسعه، لیکن روششون رو با نسبت به روش استادشون نجم الدین اربکان تغییر دادن، مقداری با ارتش و جنرال های ارتش بیشتر کنار اومدن، بلکه ارتش ترکیه در دست یهودیان دونمه و لایکا بود. اینو یواش یواش حقوق مشروع خودشون از ارتش گرفتن. بالاخره زیرور از زیر پای ارتش کشیدن بیرون و بعدم قانونی صادر کردند که برای اولین بار در یک کشور اسلامی، در یک کشور مسلمان نشین ببخشید، که دخالت ارتش در سیاست ممنوعه.
وقتی که اسرائیل یک عمل احمقانه مرتکب شد که کشتی ترکیه رو زد، این سبب ناراحتی عمیق مردم ترکیه شد و اون چرا که عثمانیان جدید میگن در این جنبش تأثیر داشت و بعد از این بیداری اسلامی در ترکیه روز به روز رشد کرد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده که ان من ورائکم ایام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما انتم عليه اجر 50 منكم. شما روزهای سختی رو در پیش دارید که شکیبا باشید. کسی که در چنین روزی در چنین روزهایی صبر کند اجر 50 نفر از شما رو دارد. امت مسلمان از بقیه امتها تفاوت داره، برای که امت جاودانه‌ایه. یعنی چی؟ بعضی اوقات ضعیف میشه لیکن برای همیشه از بین نمیره. یکی از دعاهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله راجع به امتش کرده همینه که به طور کلی از بین نمیره. فرعون ها کجان؟ اینا زمانی امریکای زمان بودن، سمود، عاد، تاتار، مغول ها که از کره تا لهستان و مالک بودن، کجا دارن؟ هزارات بابلی ها، تمدن بابلی ها کجاست؟ ملت انکا کجای؟ اسمشان نشنیدین؟ وایکینگ ها کجان؟ تمام شدن. از تمدن روم غیر از نمایشگاه هاشون که بردگان رو درش می کشتن چه مونده الان؟ از تمدن یونان غیر از دولت فقیری که سربار اروپای و زیر بار قرضای بانک بین المللی چه مونده؟ خسرو پرویز کجاست؟ یزدگرد کجاست؟ چی باقی گذاشته در پشت سرش جز مشتی احمق که از زمان صفوی زندش کردن که کشور رو بدبخت کردن به روزخانی؟ هیتلری که اروپا رو همه اروپا رو چیز کرده بود، اشغال کرده بود، کجا رفت؟ امپراتوری بریتانیا که خورشید ازش غایب نمیشد کجاست؟ پرتغالی که سرزمین های در چهار قاره رو اشغال کرده بود چه مونده ازش؟ غیر از اینکه از فوتبال و اینا حرف بزنی، یعنی از اینا حرف بزنی، فوتبالیستاش. هکسوس کجا رفت؟ امپراتوری بیزانس کجاست؟ چرا زبان لاتین، هیروگلیفی، آرامی به طور کلی از بین رفتن؟ همین نزدیکای خودمون اتحاد جبهه شوروی کجاست؟ یه خورده اونورتر امپراتوری غانا، گیاگینه، امپراتوری چین، امپراتوری ژاپن، همه اینا کجا رفتن؟ ملت ابرجین در استرالیا کجاست؟ امپراتوری آنکور مال کمبودیا که 600 سال شرق بر شرق آسیا حکومت میکرد کجا رفت؟ چرا همه اینا نابود شدند جز مسلمانان و قرآنشون و زبانشون باقی نمونده؟ برکه دعای پیغمبرشونه قبول شده در این مورد. و جالبتر این که و عجیبتر این که از این مطلبی که عرض کردم که امت مسلمان تنها امتی است در تاریخ انسانی که همه این امپراتوری های بزرگی که ذکر کردم بر اینا هجوم بردن، بهشون حمله کردن. و جالبتر از این همه این امت ها رفتند و امت اسلام باقیه. مسلمانان
همه این امپراتوری که ذکر میکنم بهشون حمله کردن، امپراتوری ساسانی آتش پرست در ایران، امپراتوری روم شرقی بیزانس، امپراتوری مغول، امپراتوری گینه در افریقا، امپراتوری حبشه، امپراتوری گویتای هندی هندوها، امپراتوری اتریش، امپراتوری صربستان، امپراتوری روس قیصری، امپراتوری بریتانیا، امپراتوری فرانسه، امپراتوری اسپانیا قشتالی، امپراتوری پرتغال، امپراتوری هلند، اورانگی ها، اتحادیه ممالک صلیبی، واکینگ ها، دولت خبیثه عبیدیه مده تشیع فاطمیون، دولت خبیثه قرامته مده تشیع، دولت خبیثه صفوی اول، دولت خبیثه صفوی ثانی که الان باشه نظام فعلی، دولت خبیثه آل بویه، پادشاهی قط در غرب، امپراتوری ایتالیا فاشیست، اتحاد شوروی، همه اینا مسلمان حمله کردند و بسیاری دیگر غیر از اینها. لیکن جالب اینه که همشون شکست خوردند و رفتند در صورتی که بدترین وسایل قتل و کشتار رو بر علیه مسلمان به کار بردند. و هر بار هم که به مسلمانان حمله کردند، مسلمانان بعد از حمله قوی تر قبل از حمله شدند. ولی فکر نکنید که الان امریکا مسلمان ها رو میتونه نابود بکنه. در هر بار امپراتوری رجب مسلمان ها یک قتل کشتارهایی کردند که بی نظیر بوده. با این حال امت مسلمان دوباره بلند شده و قوی تر بلند شده. بلکه این دینی که هرچی بهش حمله کنی قوی تر میشه، بگذاریدش منتشر میشه. دین خدا دست خدا پشتشه. و مثل چت دریایی هیدرو میمونه، فانوس دریایی خود به خود رشد میکنه. ولی در قرن گذشته ویرانگران جهان، فراماسون‌ها، یک وسیله جدید برای نابودی امت مسلمان ایجاد کردند که بسیار درش خبث و خباثت هست، تا امت رو از داخل ویران کنند. دیدند که روش نظامی سودی نداره، ولذا با این وسیله تونستند خلافت اسلامی رو بندازند. بعد از اون همه فکر میکردند که اسلام تمام شده، برکه بر اولین بار در تاریخ که بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مسلمانان بدون خلیفه شدند. بعد از ابوبکر صدیق تا سلطان عبدالحمید دوم، 102 خلیفه که با وسیله کمالات و ترک یهودی، با وسیله نوکران استعمار از بین رفت. بعدش تونستن بر احکام شرعی اینها رو نابود کنند، قانون جدید بذارن از فرانسه، از بلژیک، از بریتانیا و از مزدورانشون و مسلمانان فکر کردند که روز سیاهشونه. مساجد شب خالی شده بود برای پیرمردا، زنان بی حجاب شده بودند. برای اولین بار در تاریخ مسلمانان کسی حجاب می پوشید اصلا مورد مسخره قرار میگیره. من سال 80 که رفتم ترکیه جز یک نفر با حجاب رو ندیدم. آدرس اربکان رو ازش سوال کردم و جوانان مسلمان بعضی کمونیست میشدن، بعضی سوسیالیست میشدن. یعنی امت مسلمان بعد از این وضع، بعد از این شکست های نظامی و به وضعیتی رسیده بود که فکر میکردن همه چی تمام شده. لیکن در سالهای در دهه 60 قرن 20 دوباره اسلام سر بلند کرد. کسینجر حرف عجیبی داره، میگه اسلام آدم مثل توپ زیر دریا میمونه، آدم نمیدونه از کجا سر بلند میکنه.
ایدولوگ صهیونیست غرب. و جالب اینه که این بیداری اسلامی، این او بازگشت به دین در همه کشور مسلمان یک بارگی شروع شد. در مصر بعد از شکست سخت سال 67 67 میلادی مردم مسلمان شروع کردن به طرف اسلام آمدن. در ترکیه اذان به عربی شد برای اولین بار بعد از سقوط خلافت. جوانان ترک مخفیانه رادیوی قرآن رو گوش میکردند، کتابای شیخ کردی قهرمانی به نام بدیع الزمان نورسی رو میخوندند. در خلیج همچنین مساجد پر میشد، در اندونزی همچنین مساجد پرنشاط شده بود، در پاکستان دوباره بازگشت به احکام شرع مردم میخواستنش، در جزایر که فرانسه فکر میکرد که یک ولایتی از اونا شده، فوری بعد از استقلالش میبینید که بازگشت به اسلام شروع شد. در شام که من بابا اولا، در افریقا همچنین به خاطر تبلیغاتی که ازهر و عربستان اونجا انجام میدادند، خدا خیرشون بده. در اروپا و امریکا اسلام عجیب به شکل عجیبی به دست کسانی از مهاجران، به خصوص مهاجران پاکستانی و عرب و ترک و هندی منتشر میشد. الان 34 سال نگذشته، شما در هر شهری از اروپا نگاه کنید چندین مسجد هستش که با تهران قابل مقایسه نیست. با تهران منافقی که با جمهوری نفاقی که خود را جمهوری اسلامی میدونه، یک مسجد اهل سنت اجازه رسمی نداره، نه در تهران، در همه شهرهای بزرگ ایران، هر جا شیعه اکثریت باشه. در لندن بیش از 420 مسجد هستش. همه پر از جوانان. و امروز با تمام فشاری که بر اسلامی ها هستش بعد از جنگ، بعد از 11 سپتامبر که خودشون ایجادش کردن، داعشی که خودشون ایجادش کردن، همه فشارها بر اهل سنته. با شیعه ها جنگ زرگریه فقط. ولذا غالیانو چه در لباس داعش باشه چه در لباس تشیع باشه، جرو میبرن که تا باشون بازی کنن. فکر اسلامی معتدل اهل سنت را با زیرکترین شکلی باشون جلوشو میگیرن. علارغم همه اینها، علارغم همه فشارهایی که بر سواد اعظم مسلمانان هست، اسلام اولین دینیه که در دنیا منتشر میشه به قول خود پاپ. و این پدیده دانشمندان جغرافی بشری رو هم حیران کرده. در بررسی جدیدی که سازمان ملل متحد هم انجام داده، بعضی از علما معتقدند که اگر اسلام به این شکل پیش بره، به زودی نصف بشر مسلمان میشه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. فکر کنم یه جلسه دیگه مونده تا این کتاب تموم بشه، حد اکثرش یک یا دو جلسه. بریم سراغ کلیپ هاتون. طنز آخوند مکار میگن یه آقای رو منبر سخنرانی میکرد، نه اینو که دیشب شنیدیم، دجال رو دیشب شنیدیم. نظریه انیشتاین در قرآن کریم.
حينما يتعرفوا إلى يشون الدكتور محمد راتب النابلسية مولانا عبد العزيز حضرت مولانا عبد العزيز خدا رحمتش کنه وقتی ایشونو دید اومد در زاهدان سخنرانی که کرد گفت که الان ما فهمیدیم بیریش ها بیشتر از ما ریشدارها به دین خدمت میکنند. مقصودم اینه که ظاهربین نبود مثل بسیاری از ملاها در وقتی که در مدینه منوره درس میخوندم در سال 80 حدود 40 سال پیش 40 اندی سال پیش یکی از استادانمون که از نوابق دوران بود شیخ محمد منتصر کتانی که گاه گاهی کلیپشو قبلا نشون میدادم مسند احمد و حفظ بود با بسیار از کتب حدیث دیگه ریشاش کوتاه بود یه برادر افغانی گذشت گفت که چرا به این فاسق گوش میکنید گفتم چرا ریشاش کوتاهه اینجور ظاهر بینی نه بله خب گوش کنیم این کلیپ که چطوری نظریه اینشتاین رو از خلال یک آیه قرآن ثابت میکنه يزداد قربا منه حينما يتعرف إلى الله يزداد قربا منه إنسان وقتی که خدا را بشناسه به او نزدیکتر میشه يزداد طاعة له طاعتش بیشتر میشه يزداد خشوعا له خشوعش بیشتر میشه فالعلاقة بين غذاء العقل وغذاء القلب أن الإنسان إذا عرف الله وارتباط بين غذاء عقل وغذاء روح وغذاء جسم إنك وقت إنسان خدا رب شناسه إن عكست هذه المعرفة طاعة له إن شناخت منعكس مشك بطاعتش كشتري أورد إطاعت كونه وإتقانا لعباداته وعبادت شو كشتري بخوبي أنجام بده وقت أورا بخوبي مشناسه وقت نشناسه سراغ قبرا ميره دیگه و رضا من میگم آخوندهای شیعه خدا رو نشناختن و اتصالا به و استعانتا به و همه اینا منعکس میشه که به خدا ارتباط پیدا کنه توکلا علیه که توکل بر خدا بکنه من هنا الانسان کل متکامل اینجاست که انسان یک کل متکامله هو عقل یدرک عقلیست که بر درکه وقلب يحب قلبي برمحبته وغذاء العقل العلم غذاء عقل علم وغذاء القلب الحب وغذاء قلب محبته أستاذ جميل في بالقرآن آية كريمة حيرت المفسرين بمدير برنامه میگه که استاد جمیل در قرآن کریم یک آیه هست که مفسران متحیر کرده الآیه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون آية إنك إن يوما عند يك روز بيش پروردگار بيش پروردگارات مثل هزار سالي كي شما مي شماريد از این آیه نظری اینشتین میاره والعرب تعد سنة القمرية و عرب با سالهای قمری حساب میکنه نعم في مؤتمر الإعجاز الخامس دار كونفرانس پنجم إعجاز علمي الذي عقد في موسكو دار موسكو مناقشة شد ألقيت محاضرة تزيد عن 80 صفحة يك سخنراني إيراد شد كي بيش از 80 صفحة بود عندي أصلها كمان أصل شو دارا تؤكد أن هذه الآية التي حار الناس في فهمها این سخنرانی تأکید بر این میکنه که این آیه ای که مردم در فهمش حیران موندند تنطوری فيها احدث نظریه جاء بها اینشتاین این آیه درش جدیدترین نظریه هست که اینشتاین اون نظریه رو کشف کرده
نظرية نسبية، نظرية نسبيات، التي بدلت مفاهيم الفيزياء في العالم. نظرية نسبيات أينشتاين كي مفهوم فيزيكو در جهان عوض كرد. نعم، هذه النظرية أكدت أن السرعة المطلقة في الكون هي سرعة الضوء. این نظریه میگه که سرعت مطلق در جهان سرعت نوره. سرعت الضوء. فلذلك وجد ان القمر يدور دوره حول الارض كل شهر. ولذا میبینیم که ماه هر ماه یک بار دور زمین میچرخه. کره ماه. نحن لو أخذنا مركز الأرض، ما أجي مركز الزمين وبيجيريم، ومركز القمر، ومركز ما هو، وصلنا بينهما بخط، وبايك خط بينشون واصل كنيم، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسافة. إن خط نصف قطر دائرة مسافة يسكى. القمر حول الأرض. قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. نسبة قطر دائرة مسير القمر در جرد زمينه. نعرف هذا نصف القطر من نصف قطر الأرض مع. إنه از نصف قطر زمين. نصف قطر القمر. أو نصف قطر ماه. مع المسافة بين الأرض. بمسافة بين الزمين وماه. والقمر. طالب السابع. يحسب هذه المسافة. میگه ممکنه یک دانش آموز کلاس هفتم میتونه این مسافت رو حساب بکنه. هذا نصف القطر ضرب 2. نصف قطر ضرب 2. القطر. نعم. ضرب البي 3.14. ضرب 3.14. المحيط. كم يشه محيط؟ أيضا بحساب بسيط نحسب كم طول هذه. با یک حساب ساده میتونیم بشماریم که طول این کم محیط هذه الدائره که طول محیط این دائره چقدره التي هي مسار القمر حول الارض که مسیر ماه بر گرد زمینه في 12 شهرا ضرب این ضرب 12 بکنید به خاطر 12 ماه في 1000 عام ضرب در 1000 سال ضرب 1000 نحن معنا رقم كبير جدا الان رقم بسيار بزرگ میشه هو المسافة التي يقطعها القمر مسافتی که ماه میپیماید في رحلته حول الارض مسافتی که ماه در رحلت خودش در گرد زمین میپیماید في 1000 عام در 1000 سال وان يوما عند ربك كالف سنه روز یک روز پیش پروردگار مثل 1000 ساله مما تعدون امشب شما می شماری حينما ناخذ هذا الرقم الكبير وقتی این شماره بسیار بزرگ می گیریم المسافه التي يقطعها القمر مسافتی که ماه می پیماید في رحلته حول الارض في 1000 عام مسافتی را که در 1000 سال زمین در گرد ماه در گرد زمین می پیماید ضرب 12 ضرب در 12 ضرب 1000 ضرب در 1000 هذا الرقم لو قسمناه على ثواني اليوم لك اگر این شماره رو بر ثانیه های روز تقسیم کنیم انا في المفاجاه الصاعقه که یک چیز بسیار عجیب رو خواهد داد الجواب سرعه الضوء جواب اینه که میشه سرعت نور الدقيقه 200 و 99 ألف دقيقة 299 و 652 كيلومتر بالثانية و 652 كيلومتر در ثانية من تقسيم المسافة التي يقطعها از تقسيم مسافة که ماه می پیماید القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام از تقسیم مسافتی که ماه در 1000 سال در گرد زمین میپیماید على ثواني اليوم بر ثانیه های یک روز تكون سرعه الضوء
مش سورة النور. لذلك وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر، يعني أنت رقم ماه مي في مايا في رحلته در گردش خودش حول الأرض في در گردش خودش در گرد زمین ألف عام در هزار سال يقطعه الضوء في يوم واحد النور در یک روز اونو میپیماید. اون چرا که خلاصه مطلب اون چرا که ماه در گرد زمین در ظرف هزار سال میپیماید، نور در یک روز میپیماید. ولذا یک روز پیش خداوند برابر به هزار سالی که شما در میشمارید. این نظریه اینشتین اکتشفت سرعت الضوء الدقیقه. نحن نقول 300 ألف كيلومتر، هذه سرعة تقريبية، أما الدقيقة 299,652 كيلومتر. فلذلك نظرية أينشتاين التي قلبت مفاهيم الفيزياء مدرجة في آية لا تزيد عن سطر واحد. ولذا نظرية أينشتاين كفيزيكو بطور كلي دگرگون كرد معنيش در این آية وجود داره که چند کلمه بیشتر نیست. هذا من اعجاز القرآن الكريم. این از اعجاز قرآن کریمه. هذا من أدلة أن هذا القرآن كلام الله. این دلیل بر اینه که این کتاب سخن خداونده. و أن هذا القرآن يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزله. این قرآن دلالت بر این میکنه که اونی که خالق ذاتی که خلق و ایجاد کرده همون که این کتاب فرستاده. بله. همونقدر که جلگه بر حسین و عباس و علی اصغر امروز احمقانه است که گریه برای افسانه‌ای به اسم کشته شدن زهرا احمقانه است. ولی میدونید چی واقعیه؟ اگر وزرای چاپلوس خیانتکار حفیوز کابینه حسن روحانی امروز میشینند که حسن کلید براشون افسانه کربلا بخونه و اینا دستمال در بیارن گریه کنن، همون صبح که دارن میان توی کابینه دولت بشینن، اگر به کنار خیابون نگاه بکنن، به پیرزنها و پیرمردهایی نگاه بکنن که توی سطل آشغال‌ها دارن دنبال پسمونده های غذای مردم میگردن برای که زنده بمونن، مادرایی که آویزون میشن توی سطل آشغال برای بچه های خودشون غذا پیدا بکنن، به دختر بچه هایی که توی خیابون اسیر میشن، کودکان کار هستن که مزدورای سپاه پاسداران اینا رو میگیرن، بهشون تجاوز میکنن، میفروشنشون، آخوندها صیغه شون میکنن و بعد میبرن توی کمپین های فروش دختران ایرانی توی کشورهای خلیج فارس و شمال عراق، میرن اینا رو با سیاستمداران خارجی میخوابونن. اگر میخوان به چیزی گریه بکنن به اونها گریه کنن، به واقعیت های امروزی که در کنار مردم به اونها گریه کنن. اگر دنبال علی اصغر میگردید، علی اصغر رو هر روز توی کوچه ها و خیابون های ایران ببینید. اگر دنبال عباس میگردید، به کولبرهای کرد نگاه بکنید که هر روز چجوری هدف تیرهای مزدوران رژیم قرار میگیرن برای اینکه میخوان شکم خانواده های خودشون رو سیر بکنن. ابوالفضل عباس اونجاست، اون کولبر کرده، اون جوان سیستانیه که رژیم هدف قرارش میده فقط برای اینکه سنیه، فقط برای اینکه یک چیزی دیر از شیعه اتفاده. اگر برای چیزی، اگر عاشق گریه کردنید، بیمارید که گریه کنید واقعیت های بجانه، به افسانه ها گریه نکنید احمقانه. روایت خونین و اشکبار ایران شهر از زبان مادران محمد، مهدی و دانیال از جمله وحشیانه از حمله وحشیانه و کشتار فرزندان روزدارشان در خانه در اوج وحشت.
این داستان چی بوده؟ میتونی برای من تعریف کنی بگی که حقیقت واقعی چی بوده؟ حقیقت واقعی ما خودمون هنوز نمیدونیم. این بچه دوتا بچه بودن، یکی 18 سالشه یکی 19 سالشه. شب خواب بودن، صبح ساعت 11 اومدن مامورا بیدارش کردن، هر دو تا رو جلو چشم مادر من همین سه نفر تو خونه بودن. یعنی جلو چشم مادرت؟ جلو چشم مادرم مادر اذیت کردن، زدنش. جلو چشم مادرم از خواب بیدارشون کردن، گفتن فرار کنید. اون یکی بچه بودن ترسیدن، یکی فرار کرده، یکی دیگه دونسته فرار نکرده، گفتم ما فرار کنیم شما ما رو میکشید، فرار نکرده. اون یکی فرار کرده تا بیرون دم در حیات رسیده اینو کشتن. اون یکی رو موجود داخل خونه جلو چشم مادرم زدن. خب آخه دلیلش چی بوده؟ به چه دلیله؟ چه جرمی؟ ما خیلی ما دلیلش نمیدونیم. الان جسداشون هم به ما نمیدن دیگه، پول تیره رو بدی، همین تیره که جوانای ما رو کشتن به ما از همون پول میگیرن. مهدی 17 سال بود یا محمد؟ نه مهدی 19 سالش بود، متولد 1379، محمد متولد 1382. اینا جا بله بگیم اینا جای سرقت، اینا سرقت بلدن، اینا اسلحه بلی یاد دارن دست بگیرن. خب اگر اسلحه هم دست بگیرن کسی رو وحشیان مقابل مادرش که به رگبار نمیبندن. آره اصلا جنایتکار باشن، اصلا اینا قاتل باشن. موقع دستگیر شو کردی شما میگی جمهوری اسلامی ایران قانون داره، تحویل قانون میدادی، قاضی داره. مامورا رو میشناسی کیا بودند؟ نه مامور همش صورت هاشو پوشیده بوده، فقط گفته ما از داده ای اومدیم. با ماشین اومدن اینا یا با پیاده اومدن؟ نه ماشین اومدن، ماشین آره رو ماشین هاشون نوشته به دیگان امداد و اطلاعات آگه ایران شهر. درسته. چی بهتون گفتن حالا که گفتید میخواید بدونید؟ مراجعه کردید به جایی صداتون رو رسوندید؟ آره هنوز تا هنوز زنم بابام هنوز زنی زد هنوز تو دادگاه. خب اینا چی میگن؟ حرف حسابشون چیه برای این جنایت؟ نمیگن که این جنایت چیشون انجام دادن؟ نه حرف حسابشون اینه توی دنیای مجازی یک متن پخش کردن آقای محسن گل محمدی. معلوم نیست این آقا چه کار دادستان چیزه شهرستان نمیدونم چه کار هست. یک متن پخش کرده نوشته دو تا سارق مسلح معروف جنوب به هلاکت رسیدن. تازه اینا رو به عنوان سارق مسلح هم معرفی کردن بعدش؟ بله الان یه متری پخش تو دنیای مجازی واتساپ و اینستا و این چیزا. این برای توجیه جنایتشون هست، وگرنه اگر بالفرض دو نفر سارق مسلح باشن اینا دستگیر میشن میرن دادگاه ثابت میشه جرم، بعد حکم صادر میشه، نه اینکه مقابل مادرش بهش رگبار بزنن. درسته. حالا مادر ما سکته کردم اینجا افتاده. من خیلی متاسفم، خیلی متاسفم برای این واقعه. واقعا ممنون. دست میدارم که وضعیت مالی شما چگونه است؟ وضعیت مالی من اینو پدرم صدا یه لحظه صدات قد شد من نشنیدم. وضعیت مالی خانوادتون چجوریه؟ میگم وضعیت مالی خدا رو شکر دستون به دهنم میرسه، وضعیت مالی درست حسابی نداریم دیگه. دیروز صبح هم بابا اون هندونه میفروشه، الان موقع هندونه، دیروز صبح بلند شده از خواب رفته واسه هندونه فروختن دیگه. اون داداشای کوچیک هم موندن با مادرم، من خودم اینجا نبودم، من نیکشهر بودم. خودت از این دوتا برادر بزرگتری؟ من آره از هر دوتاشون بزرگترم. مردمی که در محله هستن چی میگن تو ایران شهر در مورد این جنایت؟ مردم این همسایه های ما شهادت میدن، اینا دیدنشون موقع قبل اینکه بیان وارد خونه بشن قبلا هم تیراندازی کردن. مردم از خونهشون اومدن بیرون دیگه، بعد مادرم داره باز کرده اینا رو از خواب بیدار کرده اومدن بیرون زدنشون دیگه. بقیه مردم ایران شهر بقیه شو همین متن رو خوندن باور کردن، همه
که این دوتا سارقای مسلح معروف جنوب بودن در حین درگیری با مأمور کشته شدن. اینا سلاحی نداشتن وقتی که بابا ما تو خونمون چاقوی نداریم، چاقوی درست حسابی نداریم مرغ سر ببریم. خب اینا برای توجیه جنایتشون هست، طبیعی هست که دروغ بگن و مردم هم اعتراضی نکردن برای این جنایت؟ مردم نه فعلا. بسیار خب آقای پوریا، من خیلی متاسفم واقعا، در غم شما شریکم و ممنون، دست دارم و امیدوارم واقعا این جنایت روزی پایان برسه. انشالله ما از خودمون همچین روزی رو میخواییم. پناه بر خدا، خون بروچ و خون اهل سنت در ایران مباحه. پناه بر خدا. مصاحبه دارم با مادر دو جوان بلوچی که روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه اردیبهشت ماه 99 در شهرستان ایرانشهر در جلوی منزل شخصیشون توسط مامور نیروی انتظامی کشته شدن. ممکنه خودتون رو معرفی بکنید و بگید که کل ماجرا چی بوده؟ من تو هیدا شیروانی هستم. مادر محمد پوریان مهدی پوریان. خب میشه توضیح بدید که چی شد در اون لحظه ای که چطور اتفاق افتاد این ماجرای کشته شدن دو فرزندتون؟ من بیدار بودم، نشسته بودم، بچه‌ام روزه بودن، خواب بودن. نشسته بودم، دیر مامور ریختن تو سالون. از رو دیوار اومدن، در حیات من بسته بوده. از رو دیوار اومدن تو خونه، همه ریختن تو. بچه‌ام از تو خواب بیدار کردن. گفتم بلند شید. من گفتم چیکار کردم؟ من پرسیدم چیکار کردم؟ بچه‌ام چیکار کردن؟ من خودش پرسیدم. گفتم ما چیکار کردیم؟ هیچی نکردیم، دزدی نکردیم. گفتم نه، ما کجا دزدی کردیم؟ ما دیگه بعد بچه‌ها منو دیگه برداشتن بردن بیرون. دیگه منو داخل خونه، من هر چی جیغ زدم، گریه کردم، آرو صدا زدم، هر چی التماس کردم اصلا به گوش ندادن. من با تفنگ هل دادن داخل خونه، در از پشت بستن. این خونه ما یه سور که دستگیره بهش میبندن. من از این سوراخ بچه خودم رو تو حیات نگاه کردن. یکی رو گفتن کوچیکتر رو محمد رو گفتن فرار کن. محمد گفت چرا من فرار کنم؟ شما رو هر جا تو شما من رو گرفتی دیگه، هر جا من رو میبره ببری. من هر کار کردم، من بپرسی، من به شما جواب میدم. گفت ما اصلا حرفی نداریم به تو بدیم، حرفی نداریم به تو بزنیم. بچه من کوچه محمدی گفتن فرار کن، از رو دیوار برو. محمدی دستاشو گرفت، بچه من دست میخواست فرار کنه. بچه من قرآن بغل گرفتم، گریه کردم، خدا رو صدا زدم، اونا رو صدا زدم. گفت چی کار کردم؟ من دیگه بچه ندارم، برم چی کار کنم؟ خدایا هرچی گری کردم، هرچی التماس کردم، در واز نکردم. بچه من رگبار بستن، بچه من کشیدن تو خاکا، بچه من لباسش بیرون بود. بچه من شبا میخوابم لباسا خودشون بیرون میکنن. دیگه بچه من کشیدن از تو خاکا، کشیدن از سوراخ. من نگاه کردم با چشمای خودم، دیدم با پودین، با پوتین، با کفش، با هرچی، با تفنگ زدن تو سر بچه‌م. یه پتوه که بودم تو حیات من رو
جلو ده خونه من تچ بود، اون رو برداشتن، بچه من رو محمدی رو گرفتن داخل اون لوله کردن برو تو جعبه انداختن. اما اون یکی رو، اون یکی بزرگتره رو، مهدی رو، گفت فرار کن. اون گفت من چرا فرار کنم؟ اون گفتی فرار کن، اون فرار کش و زدیش من فرار کن من میزنی. گفت نه تو نمیزن تو فرار کن. این میخواست فرار کن، یه تیر از داخل خونه همسایه مون رو، خونه همسایه مون باز بوده، همسایه مون شاهد، همه همسایه ها شاهد ما همراه هستی، بچه ها شما تو خونه گرفتن، حتی تو خونه من، بچه ها من تو دست، بچه ها من تو دست، تو خونه یه چاقو نگرفتن، یه چاقو نگرفتن، بچه ها من رو کشتن دیگه، من از تو خونه بیرون آوردن، بچه من زنده بود، بچه من رو جعبه کردن بردم. من نمیدونم اونجوری چجوری کشتنش، چجوری کشتنش دیگه اونو، من دیگه ندیدم باره هر دوتا رو کشتن. کی این کار رو میکنه؟ حتی بگو دیگه من رفتم گفتم بچه هم من اونجا رفتم پیشش آداهی رفتم، گفتم بچه هم من گجان، بچه هم به من اصلا جواب نداد، جواب سر بالا دادن، گفتم من نمیدونیم هرچه هفت خبردار نیستی پاشیدن. کی اینجوری میکنه؟ کدوم قانونی این کارا رو میکنه؟ من اطلاع بدم، من به کجا برم، من چه کار کنم؟ هرچی شما به من بگیم همون بچه همونو بگیر، حق بچه منو بگیر. من دیشب تا صبح خدا قسم تا حلیقه نخوابیدم، خدا قسم نخوابیدم، بچه های من روزه بودن، خدا قسم بچه من روزه بود، محمدی جون روزه بود، محمدی من چی کار کنم؟ شما جواب منو بدید، من چی کار کنم؟ جسد ها را بعد میلون بریزید به تیرا، که تیرا که بچه من رو زدن، پول تیرا بچه من رو زدن، بیگناه میگه پول تیرا داره، بچه ها من رو نمیدن، من همینجوری نگاهشون کنم، آخرین دیدارم باشه، چی کار کنم؟ به کی پناه ببرم؟ شما به من بگی الان، الان ماموران انجام بدین، الان ماموران در فضای مجازی عکسای رو منتشر کردن و گفتن که ما یک ساعت با این افراد درگیر بودیم، درگیری مسلحانه داشتیم، تیراندازی میکردن به سمت ما. بعد از اون همون که اینجوری میگه که بچه من رو کشتن، بله میگم که شما در این مورد همینجور میگن، بقیه من نمردم، من هستم، همسایه هستن، همه هستن، شاهد دارم، هرچی شاهد میخوان من واسه شما میارم، هرچی میارم، هر چی بگی، ولی بچه ها من اصلا یک چاقو تو دست بچه ها من نگرفتن، بچه من کسی رو کشته بیارن بگن، اگر یک کاری کردن بیار صاحب کنن، من میگه باشه، خیلی کار خوبی کردن. و میگه و مدارکی رو، عکسایی رو آوردن درست کردن یا عکسایی رو پخش کردن در اینترنت که گفتن اینا قبلا چندین بار به خاطر بزهکاری بازداشت شدن. در این زمینه چی میگید؟ آیا بازداشت شدن؟ فرزندان شما، دو تا بچه شما میگن بازداشت شدن چند بار قبلا و این رو در فضای مجازی پخش کرده بودن. بازداشت چی؟ بازداشت شدن؟ اصلا این حرفا دروغ. یک کاری بود یک سال پیش بود، من نمیدونم اینو، تو سر خیابون نشسته بودن، مغازه داشتن، همسایه ها شاهدن، مغازه دارا شاهدن، اینو تو مغازه بسته بودن، اینا رو اومدن مامورا اینجوری گرفته بردن زیر شکنجه ها کردن، شش ماه پیش همینطور علکی دیگه بهشون کردن. این پرونده میشه بچه از تو خیابون بگیره ببره دیگه، پرونده چی بود؟ پرده پوله بردنش پروندهش. و شما الان برای پیگیری این مسئله به کجا مراجعه کردید؟ چه اقداماتی انجام دادید؟ چه جوابی دیدید بعد از این؟ ما هیچ کار نکردیم، فقط به شما زنگ زدیم. در مورد جسداشون من خیلی متاسفم که این صحبت رو میکنم، شما مادرشون هستید و تو سختی، الان چی میگن و چه کاری میخواد بکنید؟ من از کنون 35 میلیون بیارم؟ من هیچی ندارم، بچه هم اگه دوست بودن شو همون ندارم،
اومدم بچه ها من به همون کردم. شما به نگاه کنم دستشوی همون ندارم، دستشوی همون من سرشون بازه، من از کجا پول بیارم سی پت بیلون؟ شما خونه من رو نگاه کنین، من زندگی من رو نگاه کنین، بعد بگی سی پت بیلون بریزین، من از کجا بیارم سی پت بیلون بریزم؟ پیامتون به مردمی که صدای شما رو میشنن چیه؟ به مردمی که صدای شما رو میشنون پیامتون چیه؟ به مسئولین، به مردم، به علما. به مردم، به مسئولین، به شما هر کی حرف منو میشنوه از من به غیر مردی هیچی ازشون نمیخوام. به داد من برسن، به داد این زن برسن. جلو چشم من دو تا بچه منو کشتن. این کار میکنه جلو چشم مادر بچه هاشو با همدیگه میکشن. دو برادر من نمیدم اسم کدومشو ببرم، گریه کنم کدوم. من خیلی متاسفم مادر برای این اتفاقی که بر فرزندان شما افتاده و من خیلی ممنونم از اینکه وقت دادید و با ما مستند ترور مولوی ابراهیم سپیزاده دبیرکل پیشین جبهه اهل سنت، اهل سنت ایران، خدا رحمتش کنه. ولایت هرات در غرب افغانستان از ترور مولوی محمد ابراهیم صفی‌زاده سخنگوی رسمی اهل سنت ایران در این شهر خبر می‌دهند. ابراهیم صفی‌زاده پس از برگزاری نماز جمعه در شهر هرات از سوی گروهی مسلح ناشناس مورد هجوم قرار می‌گیرد و از ناحیه سینه زخمی می‌شود. ستم حکومت ولایت فقیه را برچینید. اینک
زمان قیام و خروشیدن است، زمان فریاد برآوردن و مطالبه حق و حقوق است، زمان پاس داشتن خون شهدا است، شهدایی که قربانی حق‌جویی و حق‌خواهی شدن و در راه خدا جان فشانی کردن و به دفاع از عقیده و ناموس و شرف اهل سنت برخواستن و لبه گویان شهادت را پذیرفتن، اما هرگز تن به ذلت و خاری ندادن و در برابر سبایی مسلکان جنایت پیشه سر تعظیم فرو نیاوردن. اکنون این فریاد مراتوس که نمرودیان را به وحشت انداخته و برای سرکوب کردن همه اخشار ملت آزاده، مزدوران و جیرخاران بیگانه از ملت را به میدان آوردن تا فریاد حق خواهی من و تو را خاموش سازن و چند سبایی دیگر بر گرده مردم حکومت کنن و به تفرقه و جنایات خیش همچون گذشته ادامه دهن. پس با صدای رعد آسا و همچون سیلی خروشان کاخهای جور و ستم رژیم فساد پیشه ولایت فقیه را فرو ریزید و ریشه های جنایت و استبداد و ظلم و ستم را بکشانید و آزادی خیش را به دست آورید و ما ذالک علی الله. ولیزاده سخنگوی فرماندهی پلیس هرات به خبرنگار العربیه در افغانستان میگوید این رویداد حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه در ساحه باغ مراد حوزه اول امنیتی شهر هرات رخ داد. رئیس پلیس افغانستان میگوید افراد مسلح داخل خودروی کورولا بودند و به سوی مولوی ابراهیم صفی‌زاده شلیک کردند که وی در این حمله زخمی شده و در بیمارستان هرات بستری شده است. راهکار هست خب این یکی از تاکتیک‌ها و یکی از کارهایی هست که نظام‌های توتالیته مستبد تمامیت‌خواهی رو انجام میدن. حالا در هر لباسی باشن. خب حالا جمهوری ولایت فقیه ادعای اسلامیت رو میکنه. و عجب اینه که در دولت جمهوری اسلامی علمای دین کشته میشن. خب به چه جرمی؟ مگر اینا مسلمان نیستن؟ مگر اینا هم نمیگن که خدا این رو فرمود، پیغمبر این رو فرمود؟ مگر اینا هم نمیگن اسلام؟ به همین خاطر خیلی عجیبه، این تناقض بسیار بزرگی هستش که جمهوری ضد اسلامی خودشان درش مونده. ولی این راهکار حزب نه، اصلا راهکار حزب هر فکری رو تو بخوای حذف کنی از راهکار حزب وارد بشی و حذف فیزیکی دست بزنی، این فکر برعکس یعنی رشدنمای بیشتری رو خواهد داشته. راهکار حذف این بود، این نظام میتونست به جای اینکه ترور فیزیکی و راههای غیر انسانی و غیر اسلامی رو پیش بگیره، بیاد بگه شماها چی میخواید، فرصتها رو باز، درها رو باز کنه براتون، ببینه اصلا اینا چیزی دارن یا خود ندارن و میدان بهشون بده و خودش با این که واسه یک سیستم عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری بتونه که چیکار کنه، همه رو زیر چتر خودش بگیره. ولی نتونست. چرا؟ چون این خود خب عدالت یک ثمره از در سیاست، یکی از ثمره از مسائل اعتقادی است. عقیده این رژیم اجازه رو نمیده. به همین خاطر آخرین تروری هم که بود حقیقتا این آخرین ترور نیست، ترور جناب دکتر مولای صفی‌زاده بود، دبیرکل جبهه اهل سنت ایران در هرات افغانستان. یه سال قبل تقریبا در ماه رمضان، نزدیک است که به سالگرد ترور ایشون. از سوی دیگر پسر مولوی ابراهیم صفی‌زاده و خبرنگار العربیه در افغانستان میگوید افراد مسلح ناشناس 3 گلوله به جان پدرش شلیک کرده اند که 2 گلوله در قسمت سینه برخورد کرده است. در جمعه گذشته یکی از بزرگترین علما و شخصیت‌های اهل سنت که بیشتر از 23 سال از زندگی خودش رو در غربت در افغانستان و در هرات زندگی کرده بود و 4 سال رو زیر شکنجه و اذیت و آزار نیروهای اطلاعات و سپاه پاسداران در ایران زندگی کرده بود و در سر خیابون تایباد در انظار عمومی توسط نظام شلاق زده شده بود، در جمعه گذشته توسط نیروهای قدس سپاه پاسداران ترور شد و به شهادت رسید.
ابراهیم صفی‌زاده پس از 5 روز در تاریخ 1 خرداد در بیمارستان شهر هرات درگذشت. پس از فوت ابراهیم صفی‌زاده، جبهه اهل سنت ایران بیانیه‌ای صادر می‌کند. همزمان جبهه اهل سنت ایران ضمن محکوم کردن ترور مولانا ابراهیم صفی‌زاده توسط عوامل سپاه جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که راه ایشان تا سرنگونی کامل نظام فرقه‌گرا و ضد آزادی خمینی ادامه خواهد داشت و خون ایشان به هدر نخواهد رفت. ایشان راه همان علمای آزادی خواه و حق طلبی همچون مفتیزاده، ملازاده ها، صیاد، زیایی و غیره را گرفتند و جبهه اهل سنت ایران این راه را تا سرنگونی کامل تاریکستان خمینی به یاری خدا ادامه خواهد داد. برخی از فعالان اهل سنت می گویند شواهد نشان می دهد که دست سپاه پاسداران ایران پشت این حادثه ی ترور بوده است. دان نظام ولایت فقیه متهم اصلی هستند که این کار را انجام بدن و برحال اهل سنت به غیر از نظام ولایت فقیه به جرأت می تونیم بگیم دشمن دیگه فعلا حداقل در منطقه نداره. مولانا ابراهیم صفی‌زاده در بخشی از خاطرات مربوط به دوران خود نوشته است: تن ندادن به خواسته های اطلاعات و کرنش نکردن در برابر شیخ های ذلیل بی باور باعث شد تا بهای سنگینی بپردازم که نمونه آن 5 سال حبس تعزیری و شکنجه بود و با وجودی که هیچ اتهامی را نپذیرفتم، اما چون عصا و آلت دست این بیمار و آن بیمار قرار نگرفتم به زندان انداخته شدم و 74 ضرب شلاق به ناحق بر پیکرم نواخته شد و قاضی های بی دیانت از این طریق آتش انتقام خیش را فرو نشاندند و حقد و کینه خودشان را نشان دادند و وانمود ساختند که از دست ما هر کاری ساخته است. مولوی محمد ابراهیم صفی‌زاده اولین قربانی ایدئولوژی نظام ولایت فقیه نیست، بلکه جمهوری اسلامی از قبل انقلاب 1357 در ایران مخالفین عقیده و منش خود را چه در داخل و چه در خارج ایران ترور کرده است. اونجا وقتی که روش و جهاد من کار مسلحانه بکنید، ما عنوانش را مبارزه مسلحانه نذاشتیم، تنها رهایی جنگ مسلحانه. جنگ بار ایدئولوژیکی نداره، گذاشتیم جهاد مسلحانه و بهش هم بحث شد که بگیم مبارزه مثبت، یعنی مبارزه منفی به مبارزات سیاسی میگفتیم، مبارزه مثبت به مسئله جهاد مسلحانه مون که در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید ارابینا این عنوان رو دادستان بیدادگاه نظامی شاه آورده و از اونجا در صدد تامین اسلحه برآمدیم. در اون وقت و یک تقریبا تونستیم 7 تا سلاح کمری تهیه کنیم با فشنگ که اون روز خیال میکردیم خیلی اسلحه داریم. حالا مثلا اون روزا کسی یه دونه فشنگ داشت میترسیدم. یکی از این اسلحه ها که حسن علی منصور عامل اصلی کاپیتالیسم آمریکایی انگلیسی شاه باهاش به برک فرستاده شد، آقای هاشمی رفسنجانی داد. این اسلحه‌ای که منصور آمریکایی انگلیسی پدر نوکر انگلیس و خائن در مسئله کاپیتالیسم نظامی آمریکا در سال 43 باهاش مجازات شد و حکم مرحوم آیت الله العظمی میلانی فرمان مرجع تقلید بر او اجرا کردید، این اسلحه شو آقای هاشمی رفسنجانی داد. اما بعد توی به اصطلاح دستگیری ها مرحوم شهید عراقی به عهده گرفت. خب شلا بقیه کلیپ رو شب دیگه پخش میکنم اگه خدا بخواد. همیشه رو به خدای بزرگ میسپارم. از خداوند میخوام که طاعت های ما شما را قبول کند، از ظالمان انتقام بگیرد، از خامنه‌ای و دار و دستش انتقام بگیرد، از قاتلان و مجرمان انتقام بگیرد و به آه مظلومان برسد.
خداوند فرزندان ما و شما را صالح کند، مریضان ما و شما را شفا بدهد، مردگان موحد ما و شما را رحمت کند و مشکلات ما و شما را میسر فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. رقبة أو إطعام في يوم يتيما ذا